آقای حسن منصور، دکتر حسن منصور نیاز به معرفی بیشتری ندارند. پیش از این در برنامه های تفسیر خبر در دو دوره، چه در صدای آمریکا و چه در ایران فردا، با من و شما بودند. پس از مدت ها غیبت فرصتی است که همراه شما خوش آمد بگوییم به آقای حسن منصور و پیشاپیش خجسته باد نوروز ایرانی. سلام بشم. سلام جناب آقای چالنگی، و با احترام فرصت خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزتون عرض تبریک کرده و بهترین ها رو براشون آرزو دارم خدمتتون. آقای منصور، بانک مرکزی در ایران گزارشی رو منتشر کرده که در اون بیش از 5 میلیارد دلار، هم در گوشه از این گزارش اشاره شده امروز، که بدهی خارجی ایران داره. شما وقتی نگاه میکنید به کارنامه اقتصادی حکومت ایران در سال گذشته، چه نمره‌ای به اون خواهید داد و چرا ایران باید بدهی خارجی داشته باشه، کشوری که ثروتمند بوده و حکومت دینی ایران، روحانیت شیعه، ایران ثروتمندی رو تحویل گرفت از نظام پیشین ایران و امروز روز در شب عید بدهکار؟ بله، عرض بکنم در گزارش اخیر بانک مرکزی نکات جالب توجه، یکی عبارت از افزایش نقدینگی به ورای 950 هزار میلیارد تومانی که داره در واقع نزدیک می شود به حجم ریالی تولید ناخالص ملی، و این عرض کنم نقطه خطرناک، تهدید کننده ایه. این نشون میده که دولت علی رغم تعهدایی که کرده است، نمیتونه از دست راست کردن به بانک مرکزی و تولید پول بدون پشتوانه تولید خودداری بکنه. در نتیجه نقدینگی افزایش پیدا کرده و در عین اینکه انعکاس خیلی زیادی روی سطح قیمت ها نداشته، این در نفس خود نشان از یک بیماری دیگر داره، یعنی آن چیزی که کینزی ها و کینز عنوان عرض کنم تله نقدینگی روی اون گذاشتند، یعنی جایی میرسد که دیگه افزایش پول تأثیری در ایجاد رونق نمی کنه. این نشان از یک عرض کنم نقطه خطرناک نظام پولیس. عرض کنم در مورد بدهی خارجی، بدهی خارجی تمامی کشورها بدهی خارجی دارند و این مسئله ای نیست، یعنی اگر با اون نصاب ها و بارم ها بسنجیم که معمولا 30%، 35%، 40% تولید ملی بدهی خارجی داشتن، برای اینکه بدهی تعهداتی است که دولت می کند برای تجارت که در کشور انجام می گیره، برای واردات خودش و نظایر اینها، یا احیانا وام هایی که از سوی صندوق های معین برای اجرای پروژه های معین به دولت داده می شود. به این ترتیب این در نفس خود نقطه منفی نیست. منفی اونجاست که ما در برابر این بدهی ها عرض کنم مراودات تجاری کافی نداشته باشیم و پروژه های صنعتی در کشور در حال اجرا شدن نباشه. شما برای تکمیل این تصویر وقتی به بودجه عمرانی مملکت نگاه میکنید که سالانه در حدود 40 هزار میلیارد تومان، 45 هزار میلیارد تومان اختصاص داده میشود، ولی از این رقم، رقم بسیار بسیار ناچیزی به اصطلاح تخصیص داده می شود. برای روشن کردن این نکته که نقش بودجه عمرانی در برابر بودجه جاری چیست، بودجه جاری در واقع هزینه است که دولت برای نگه داشتن دستگاه اداری خودش، کارمندان خودش خرج میکنه، ولی بودجه عمرانی در واقع
سرمایه گذاری است برای ساختن آینده، برای ایجاد توسعه، و این در واقع مظلوم ترین بخش بودجه است، برای اینکه در طی سالیان متمادی گذشته هر سال این رقم اعلام شده ولی در عمل بخش بسیار ناچیزی از اون اختصاص داده شده، یعنی اجرا شده. در نتیجه در واقع آینده را پیشخور کردن، این چیزی است که اسم این مسئله رو می شود گذاشت. نکته عرض کنم نگرانی کننده این است و امسال هم همچو سناریویی دوباره اجرا شد و در حال اجراست، برای اینکه وقتی دولت کسری بودجه داره، برای ترمیم کسری بودجه اولین جایی که دست دراز می کند بودجه عمرانی است، اونو برمی‌دارن، خرج هزینه های جاری می کنن و بعد از اون اگر کفایت نکرد که نمیکنه، متوسل میشوند به بانک مرکزی و از اونجا به اصطلاح پول تولید میکنن یا پول چاپ میکنن. در نتیجه این سرشکن میشود، میزان تورم سرشکن میشود روی دوش مردم، یعنی استقراض از بانک مرکزی و نپرداختن آن، چون هر بار میگن وقتی استقراض میکنن میگوین که آخر سال رو میپردازیم، ولی چون نمیپردازند این سرشکن میشود روی سطح عمومی قیمت ها، یعنی از جیب همه مردم بیرون کشیده میشود. وضعیت مالی دولت چنینه و در طی این جریان های گذشته برجامینا هنوز بهبودی از این نقطه نظر پیدا نشده و انتظار می رود که به این زودی هم پیدا نشود، به خاطر اینکه برجام هنوز در درجه نخست تمامی تحریم ها رو یا بخش بزرگی از تحریم ها رو نتونسته برطرف کنه. تحریم های عمده ای که مربوط به عوامل غیر هسته ای، نظیر حقوق بشر، نظیر عرض کنم فعالیت های موشکی، پس اینا هنوز بجاست. از سوی دیگر هنوز آمریکا علی‌رغم تمام ادعاهایی که نظام سیاسی در ایران می کند که آمریکا در صدر نفوذه، آمریکا هنوز اجازه نداده به تجار خودش که وارد تجارت با ایران بشوند. همینطور دیگران رو هم منع کرده است که از نظام پولی دلار استفاده بکنند در کارهای تجاریشون. در نتیجه بانک‌های دیگر نیز میترسند وارد معامله باریم بشوند و این تبدیل شده به یکی از معضلات بسیار جدی و موانع جدی وارد شدن سرمایه خارجی و به فعالیت کشونده شدن بانک های بزرگ اروپایی. خدمتتون هستم، معتقدم در تمام اینا سوال های زیادی دارید. از این نظر من پاسخ را کوتاه می کنم که مجال سوال های شما برجا بمونه. ممنون آقای منصور. ببینید آقای بیژن نامدار زنگنه که تلاش میشه ایشون رو دور از فساد مالی عرضه کنن که چنین نیست، نقش مستقیمی داره در فساد مالی به خصوص در معاملات نفتی و ایشون از سالیان ساله که وزیر هست و سمت‌های مختلف. ایشون ملتمسانه از آمریکا خواسته، دیروز من اینجا گزارش نیویورک تایمز رو هم مطرح کردم که خواستار این شده که بیان و سرمایه گذاری کنن در ایران. گفته همونطور شما هم اشاره کردید دولت آمریکاست که نمیذاره و گفته درها باز. آیا علاوه بر شرکت های آمریکایی، شرکت های نفتی، سرمایه گذاری رفت آمد اروپایی ها به ایران و آمریکایی هایی که دور از چشم دولت این کشور به ایران رفت آمد می کنند یا نشست هایی در اروپا و این ور اون ور دارن برای معاملاتی، اینها به طرف سرمایه گذاری های عمده هست در ایران یا خیر به دبستون های کالایی است اصطلاح، نه سرمایه گذاری؟ بله، اونه که تا کنون شاهد بوده این جناب شارنگ عزیز اینه که شرکت های کشورهای اروپایی برای فروش کالاها به ایران سفر کردند. هر کدوم از اینا فهرستی از چیزهایی که میخوان بفروشن به علاوه نمایندگان و رؤسای
این کارخانجات رو با خودشون میبرن اونجا برای اینکه در اون زمینهایی که ایران نیاز به خرید داره این کالاهایی رو بفروشن. در واقع با توجه به موجودی پول ایران و با توجه به مقدار ارز آزاد شده ای که در اختیار ایران قرار میگیرد، اینها برای اون لیست کالاهایی که ایران نیاز داره بخره به ایران میبرن، ولی هیچ کدوم از اینها در واقع در مرحله‌ای که آماده سرمایه گذاری در ایران داشته باشند دیده نمیشند و بهانه‌هایی نظیر این که هنوز باید منتظر باشیم ببینیم وضعیت تحریم‌ها چگونه است، هنوز باید احتیاط بکنیم ببینیم که نظام پولی و مالی آمریکایی در این زمینه چقدر راهگشا است، منتظر میمونند. اخیراً عرض کنم وزیر خزانه داری انگلیس اعلام برنامه کرد که به ایران بره با هیئتی و در این زمینه هم وقتی وارد دستور این قضايا میشیم میبینیم که اینام باز برای فروش یک سری کالاها و خدمات به ایران میرن، برای اینکه میدونن که ایران نیاز به خرید ماشینالاتی داره، ایران نیاز به خرید خدماتی داره، ولی اینکه هنوز وارد سرمایه گذاری بشوند در این زمینه عزم و اراده و خبر مشخصی داده نشده و برای اون عرض کنم علتهای عمده این است که در درجه اول نگران عکس العمل آمریکایی‌ها هستند که اگر اینها وارد بشوند به تجارت با ایران ممکن است ندانسته مرتکب این خطا بشوند که موارد هنوز موجود تحریم ها رو مخدوش بکنند و سوی آمریکا مورد پیگیری قرار بگیرند، یا مثلا وارد تجارت بشوند، وارد شراکت بشوند با شرکتی که بعد معلوم بشه بعد این شرکت به سپاه پاسداران تعلق داشته، گذر آمریکا عرض کنم یه جریان تروریستی محسوب میشه، در نتیجه مورد جریمه قرار بگیرن. ملاحظه بفرمایید که طی چند سال گذشته نظام بانکی در حدود 14.5 میلیارد دلار جریمه شده از سوی خزانداری آمریکا، که بزرگترین رقم این جریمه مربوط به بانک بزرگ فرانسوی BNP Paribas. به این ترتیب همه اینها فعلا نفس‌ها محبوس و منتظر گشایش بیشتر هستند. خب آقای منصور، واقعا علتش اینه که سختگیری های آمریکا، اون هم در دولت اوباما که متهم هست به سازش یا مسالمت یا نرم‌خویی در برابر حکومت ایران با نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران، آیا فقط نگرانی از مجازات های خزانه داری آمریکا هست یا نه علت دیگه ای هم داره یا علل دیگه ای هم داره که حتی سرمایه های داخلی هم رو به گریز داشتن طی سال گذشته از ایران، کمان که یکی از پیامدهای برجام این هست که شما قطعا جزئیات رو به مراتب بهتر میدونید که سرمایه گذاری در خرید مسکن در انگلستان توسط کارگزاران و حکومت یا جای دیگه اروپا یا حتی در همین آمریکا و کانادا افزایش پیدا کرده، اون ور آبهای خلیج فارس در دبی که چند صد میلیارد دلار سرمایه های ایرانی هست، حالا به دست کی و چه کسانی بماند چون این هست. علت آیا فقط خزانه‌داری آمریکا یا ناامنی برای سرمایه در ایران؟ نکته بسیار مهمی را انگوش گذاشتین آقای چالنگی. ببینید این یکی از محصورهای خارجی، اونی که من درست کردم یکی از محصورهای خارجی باز نشدن راه است. در داخل ایران هنوز تقریبا هیچ کاری انجام نگرفته که ایران رو مستعد سرمایه گذاری بکنه. یکی از موارد بسیار جدی در ایران مسئله فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی دامنش گسترش پیدا کرده و از جز عرض کنم نمایش‌هایی در مورد مبارزه با فساد چیزی دیده نمیشه. عرض کنم ارقام فساد نجومی است. مسئله ارتشا در ایران جلوی بسیاری از شرکت ها رو میگیره، برای اینکه در داخل خود این کشورها در این طرف اروپا و آمریکا قوانین ضد ارتشا وجود داره. یعنی وقتی معلوم بشه که شرکتی
برای گرفتن یک قرارداد رشوه پرداخته دچار گرفتاری میشه. از سوی دیگر ایران از نظر سرمایه گذاری بسیار ناامن تلقی میشه. یعنی شما در کشوری که سالانه تعداد جوانکشی اعدام در اونجا از 1000 تجاوز میکنه و دادگاه های انقلاب مرتب حکم عرض کنم مصادره اموال میتونن صادر کنند، اینجا طبیعی است که سرمایه گذار داخلی و خارجی وارد نمیشود برای سرمایه گذاری کردن. سرمایه نیازمند یک محیط کاملا امنه. و از این که بگذاریم، ساختار بازارهای داخلی ایران که بازارهای انحصاری دولتی نظامی و امنیتی هستند، این به هیچ وجه مشوق سرمایه گذاری خارجی نیست. به این ترتیب مثلا وقتی دولت در قراردادهای جدیدی که تنظیم میکنه، از یک قرارداد جدید نفت ایران و در اونجا سرمایه گذار خارجی رو ملزم میکند که برای خودش شریک ایرانی پیدا بکند و طرف شریک ایرانی چون بسیاری از صنایع نفت و گاز در انحصار سپاه پاسداران هست، هنوز مشمول اون تحریم ها هستن. به این ترتیب طبیعی است که هیچ شرکتی سرش درد نمی کند که وارد میدانی بشود که از اونجا بازنده بیرون بیاد. به این ترتیب عوامل رو بشه دو دسته کرد، عوامل خارجی، عوامل داخلی، و اینا به همدیگه مربوطن. در داخل ایران هنوز هیچ اقدامی، اینو می شود به روشنی و جسارت گفت، هیچ اقدامی برای اصلاح این مقوله ها که عرض کردم و نظایر اونها انجام نگرفته است. گفتگو میکنیم با آقای حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس، البته از انگلستان با من و شما هستند. کارنامه اقتصادی حکومت دینی ایران رو، حکومت فقیه رو بررسی میکنیم در سالی که در حال گذر است. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای منصور گرامی، اشاره کردید شما به اینکه دولت یا دولت‌های در حکومت ایران درآمدهای آینده رو هم در مواردی پیشخور کردن. با این پیشخور کردن دلارهای نفتی، آینده کودکان هم آیا وابسته به اون نیست؟ کودکانی که روز به روز بر تعدادشون در خیابون‌ها و حاشیه شهرها افسوده میشه، بی خانمان و بی سرپرست و گاه بعضیشون ناناور خانواده. به سخنی دیگه، این که این درآمدهای نفتی و کارنامه به اصطلاح اقتصادی جمهوری اسلامی تا چه اندازه مربوط هست به زندگی و سفره مردم، چه نسل‌های کنونی چه نسل‌های آینده؟ عرض بکنم در مورد پیشخور کردن آینده، ببینید این صورتهایی بسیار متفاوت داره. یکی سرمایه گذاری نکردن در مقوله عمرانه، یعنی فراهم نیاوردن امکاناتی که زیر ساخت زندگی فردا رو تنظیم میکنه. در این زمینه خب دولت علت این که و به بهانه این که در بودجه جاریش همیشه کسری داره، ناگزیر این رو پیشخور میکنه از یک سو. از سوی دیگر مقوله درآمدها که بعد از این همه گفتگو هنوز کاملا در پرده ابهام قرار داره. علت های زیادی میشه ذکر کرد، ولی برای اینکه وارد اون مقوله نشم فقط عرض میکنم که نخست اعلام شد با عملی شدن برجام ایران در حدود 150 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکش آزاد میشه. بعد در این زمینه خب وقتی آقای اوباما چنین مسئله ای رو عنوان کرد، با عکس العمل شدید از کنگره و مخالفان خودشون روبرو شد. در نتیجه احساس کردن که باید این مقوله رو درز بگیرن. بیانات بعدی
همش حاکی از این است که این مقدار کمتر شده به 120، به 100 و اخیرا آقای جانکری اعلام کردن در حدود 50 میلیارد. این مقوله ابهام در درون ایران هم وجود داشت. در ایران از 150 میلیارد تا 180 میلیارد دلار صحبت کردند، ولی بعد به تدریج این نوسان کرد. دولت اعلام کرد، بانک مرکزی اعلام کرد که از این مجموعه 29 میلیارد دلار که فقط 6.5 میلیارد دلارش به دولت تعلق داره و بقیه در واقع پیشخور شده است. به این معنی پیشخور شده است که دولت احمدی نژاد پیش از وصول این پولها اینها رو به حساب بانک مرکزی گذاشته، یعنی بانک مرکزی رو بستانکار کرده و معادل ریالی اونها رو گرفته و هزینه کرده و این تورم وحشتناک، سونامی تورم 44% عمدتاً ثمره این نوع ریالی کردن بدون پشتوانه عرض کنم درآمدهای خارجی ایران. به این ترتیب این درد به جای خود وجود داره و این مسئله افزایش نقدینگی به صورت بیرون از تناسب با تولید ملی جریانی است که ادامه داره. وقتی این دولت رو از احمدی نژاد تحویل گرفت، میزان نقدینگی در حدود 500 هزار میلیارد تومان بود، الان به 950 هزار میلیارد تومان رسیده. در حالی یعنی بیشتر شده میزان نقدینگی در دولت خدای روحانی، باید بیشتر شده، یعنی همون انتقادی که به احمدی نژاد گرفته میشد. دقیقا همینطوری است. عرض کنم دولت اتکاش به این بوده در این 6 ماه گذشته، وقتی برگشت و سیاست پولی خودش رو در واقع معکوس کرد، دگرگونه کرد، استدلال مشاوران دولت این بود که خب این افزایش پول که ما میخواییم به صورت موقت تزریق کنیم در چند ماه، این تأثیر زیادی روی تورم نخواهد داشت. حالا از این که این تحلیل چقدر درست است، چقدر نادرست است، عرض کنم علت این که افزایش پول تورم رو منفجر نمی کنه، یکی همون تله نقدینگی است که ایران به اون مرحله از نظام پولی رسیده و این مرحله در نفس خود بسیار عرض کنم خطرناکه. دومی این است که این دولت کمتر از دولت سابق عامل آمارهای نادرست نیست. آمار در نظام ایران یه مقوله دولتی است، مسئله مستقلی نیست. در نتیجه تولید کننده آمار میخواهد برای دولت آبرو بخره، در نتیجه این چنین آماری رو درست میکنند، دستکاری میکنند و در نتیجه آماری که در جمهوری اسلامی طی تمام مدت عمرش بیرون داده شده، به ویژه در دولت احمدی نژاد، هیچ ارزش علمی و واقعی نداشته. در زمان دولت روحانی اندکی بهتر شد، ولی وقتی به موارد حساس میرسه این دولت ادامه دهنده همون سنت دولت های جمهوری اسلامی به ویژه دولت احمدی نژاد بوده. مثلا شما به آمار بیکاری ایران توجه بکنید، یک دروغ همیشه اونجا وجود داشته. بیکاری در حد 10% تا 14% نوسان داشته، در حالی که تمام سنجش هایی که در بیرون انجام دادیم و مدل هاش وجود داره، در همون شرایطی که دولت بیکاری رو 10%، 12%، 13% اعلام میکرده، بیکاری بالای 22 تا 24% بوده. بیکاری عمومی، بیکاری در زمینه جوانان به 40% و 50% میرسیده. یعنی در ایران جوانانی داریم که در طول عمر جمهوری اسلامی نخستین شغل خود رو تجربه نکردند و هنوز از سفره باباشون دارن غذا میخورن. به این ترتیب و تعداد اینا بسیار زیاد، از نظر آماری هم رقم بسیار بزرگ از بیکاران متعلق به این نوع از کنم چیزست. نکته دیگر را عرض بکنم در همین ارتباط، آینده سازی متکیست به یک نظام آموزشی علمگرا خردورز که بتونند نیازمندی های فردای جامعه رو اینا برآورد بکنن. ما در ایران با یک نظام آموزشی عرض کنم بسیار ناتوان، مغلوط و
و خرافه‌گرا روبرو هستیم. در نتیجه متاسفانه این نظام آموزشی جوانان رو میکوشد از درون بخورد و بپوساند. به این ترتیب آینده ایران اون نیروی کاری رو که نیاز داره برای اینکه بتونه با دیگران در سطح جهانی رقابت بکنه فاقد، و این یکی از بزرگترین عوامل عرض کنم فرسودن آینده است در شرایط حال. خیلی کوتاه بفرمایید، یعنی ادامه همین شیوه اقتصادی در حکومت ایران آینده ناگوارتری رو برای مردم از نظر اقتصادی خواهد داشت؟ چون این هست حرف شما؟ بله، میخوام عرض کنم. ببینید، دولت اعلام میکند نرخ رشدهای نظیر 5%، 6% و 8% رو. در ایران چنین نرخ رشدی قابل تأمین نیست. ممکن است در این سالهای آینده به رشد 3-4% دست پیدا بکنیم، ولی توجه کنیم که اگر رشد اقتصادی، رشد تولید ملی از زیر 8% رشد کمتر داشته باشه، بیکاری رو به افزایش خواهد بود. به این ترتیب این مقوله بیکاری که رکود با اون ارتباط داره، یعنی بیکاری نیروی کار یک طرف قضیه است، بیکاری ظرفیت های تولید و کارخانه ها طرف دیگرشه، و بیکاری سرمایه ها و عاطل بودن اونها و عرض کنم سرگردان بودن اونها یه طرف دیگه است. این مجموع، یعنی این که آقای منصور، یعنی این که این نرخ 8% رشد اقتصادی نمونه شو شما میتونید بفرمایید؟ چون خیلی رشد بالایی است، یعنی مثلا یک زمانی کره جنوبی زدن بیش از این نرخ داشت یا همین حوالی رو. خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون تموم است. خواهش میکنم. در شرایط کنونی هند چنین رشدی داره، در طی 10 سال گذشته چین رشد 10%، 11% داشته، در دوران 11 سال قبل از انقلاب ایران رشد 11% داشته. در نتیجه اینها رشدهای ممکنی است که میتونه کشور رو از اون مرحله جهش بگذرونه، در حالی که در این نظام رشد همیشه پایین بوده. شما به این مسئله توجه بفرمایید که این رشد ناقص و ناکافی به موازات سیاست افزایش جمعیت که از سوی رهبری جلو رانده میشه پیش میره. یعنی ایشون معتقدن که ولو ما امروز برای متجاوز از 10 میلیون شغل نداریم، برای بیشتر مردم آب خوردن نداریم، جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسه. بله، خب شب عید هم هست، همه دور هم هستیم، بینندگان ما هم غریبه نیستن. از نظر رهبر جمهوری اسلامی که پیش از اون رهبر پیشین گفته بود اقتصاد مال چارپایان هست، شاید شغل و اینها اهل صلوات و اهل پا منبر نشستن مسئولان جمهوری اسلامی هم نوعی شغل به حساب بیاد و اینها هم جزء آمار شاغلین حساب کنن. آقای منصور، سپاس بسیار داریم از شما. با خجسته باد دوباره نوروز برای شما و خانواده محترم شما. با سپاس. خیلی ممنون.